بیننده های عزیز پادکست زیور شو و این هم نخستین پادکست تصویری و یا که ویدیویی هست که شما ما را میبینید و این هم قهرمان این هفته برنامه ما رحمت الله روشانی، یک جوان با هنر و با استعداد از اونور آمو از افغانستان است که همین لحظه مستقیما از شهر کابل با ما در ارتباط هستند. سلام علیکم رحمت الله عزیز. علیکم سلام استاد محترم و یک سلام خاص به کسایی که ما را از طریق این برنامه میبینند، یک سلام خاص تقدیم دوستای عزیز مون میکنم. ممنون، دست درد نکند. خیلی خوشبخت هستیم که فرصت یافته، وقت یافته که با ما صحبت داشته باشی و اون تلاش های قبلی که هم داشتیم ناموفق بود و چند بار هم ثبت کردیم و به دلیل پست بودن سرعت اینترنت ما نتوانستیم که این برنامه خودمون ثبت بکنیم و خدا کند که امروز دیگه موفق شویم. رحمت الله عزیز، برای علاقمندان بگم که رحمت الله از شاعران جوان اونور آمو از منطقه روشان بدخشان افغانستان است و علاقمندی زیادی به دنیای شعر دارد و ترانه سرایی دارد و شعر نویسی دارد و همچنین آوازخوانی نیز میکند و یکی از دوستان قرین و یکی از دوستان نزدیک شاعر زنده‌یاد ما استاد سردار رهدار هستند و به خاطر شعرهای استاد سردار رهدار رحمت الله روشانی تصمیم گرفت که حروف سیریلیک یاد بگیرد. همون گونه که اکثر دوستان میدانند در اونور آمو در افغانستان، اگرچه که ما زبان یکدیگر را به راحتی خیلی خوب میفهمیم، زبان فارسی تاجیکی صحبت میکنیم، اما حروف که فرق دارد، اون طرف آمو با حروف فارسی خطو می نویسند و می خوانند و اینور آمو باشد با حروف سیریلیک. از این خاطر هم برای رحمت الله خیلی مشکل بود، خیلی دشوار بود خواندن کتاب اشعار شاعر زنده‌یاد سردار رهدار و از رحمت الله می خواستم که همین لحظه برای علاقمندان، برای بیننده ها بگد که چگونه دیگه موفق شدی که در تنهایی حروف سیریلیک یاد بگیرید در حالی که هیچ استاد در فعالیت نبود که تو که الف را برای تو بیاموزد. من استاد محترم حروف سیریلیک را باعث ارتباطات که با دوستان خام طرف ما گرفتم حروف سیریلیک را بر ما راهنمایی کردم و من از خودی صفحه کیبورد تلفن که وجود داره حروف ها نوشته است، ما از آن ها مثلا استفاده کردم تا که یعنی پیدا بکنم که کدام حروف صدای کدام را میزند و این همین تو با خود زیر هر حروف ما با فارسی نوشته کردم تا که بخونم و یاد بگیرم و آهسته آهسته از الف با اشتر شدم با جمله های کوتاه که مثلا ما جنگاندم. رحمت الله، ببین که این علاقمندی خودت از آوان کودکی بود به دنیای شعر و سرود؟ این علاقمندی ما از دوران کودکی ما به شعر و شعر سرودن ما واقعا علاقت داشتم و در آن زمان ما با وجودی که مثلا آن قدر خوب و بهتر نسرودم، مقصد سرودم و شعرم که سرودم بخیان در قالب شعر نبود. مقصد آهسته آهسته علاقه پیدا کردم و شعر خواندم و دیگه کسایی بود مثلا شعرهای ما با هر شخص نموتو پیشکش کردم، گفتم آیا ببین قالب شعری داره نداره و زمانی واقعا شعرهای ما که بهتر شد و خوبتر شد زمانی که ما با خود استاد سردار رهدار ارتباط گرفتم و راهنمایی کردم و از آن زمان دیگه شعرهای بسیار بهتر و خوبتر شده. در دبستانی که تحصیل میکردی اونجا استادا یکمی تشویقت میکردن به این استعداد شعرگویی خودت و خلاقیتی که خودت داری، اونا چه حرفای برات میگفتن که یک زمینش از کجا بود؟ تنها شعرهای استاد سردار رو میخوندی و یا که شعرهای دیگری هم بودن که خودت اشتیاق خودت زیاد میکردن و برات هوسمند میشدی از اینا؟ ما استاد محترم مزیادتر ما تقلید شعرهای استاد سردار میکردم و شعرهای از او را میخواندم. اگر شما شعرهای ما را مقایسه کنین یک کمکی مثلا در ارتباط شعرهای استاد یک کمی اشاره داره شعرهای ما که در امان سبک استاد خواندم، من در امان سبک کوشش کردم که شعرهای ما و همان سر به سرهای ما بخوانم و دیگر مثلا اینجا که من شعر خواندم، شعری که من خواندم این طرف که در وقتی که من مکتب خوانده بودم استاد بود، استادایی بود که مثلا کسایی را
میشناختم که شعر میخوانن ما چیز پیشکش کردم شعرهای ما گفتم استاد ببین که آیا شعر ما در قالب شعری داره یا خطایی یا وزنش چه رقم است پیش کردم تا نظریه مردم را گرفت با دلیل حروف نداشتن لهجه های شغنانی و روشانی یعنی که زبان های پامیری شعر گفتن به این زبان ها و این لهجه ها یکمی دشوارتر هست چون محدودیت واژگی دارد یعنی که یافتن واژه های درکاری واژه های لازمی برای گفتن شعر یکمی دشوارتر هست و چون از خودت پیشترها هم نیستن که تکیه بر تجربه خیلی بای و غنی آنها بکنی و جز سردار رهدار شاید که انگشت شمار شاعران هستن که به زبان های پامیری شعر گفته باشند و در این بحر شنا کردن به مراتب دشوارتر است از اونه که زبان پارسی که خیلی یک بحر بیکرانه هست که به هر سبک و به هر اصول و به هر رویه میتونی که واژه های ضروری خودت پیدا بکنی. آیا واقعا هم دشوار است به زبان روشانی و لهجه های پامیری شعر گفتن؟ در وقتهای ما مشکلات خود داشتیم و فعلا خوشبختانه این طرف البته ما فعلا در زبان شغنانی کتاب داریم، حروف داریم، الفبا داریم، مثلا الفبایی که حروفایی که در داخل فارسی نبود مثلا ت ش و اینا را هم گنجانیدن و ما فعلا در خود تلفون هم ما برنامه به نام کیبورد شغنانی داریم و از او استفاده میکنیم. این طرف دریا هیچ مشکل نداره فعلا با حروف ها با نوشتار شغنانی. چه جالب. البته که با حروف سیریلیک نیست چند تجربه های شدن و وقتی که در نشریه ها وقتی که در کتاب ها شعرهای با حروف سیریلیک اما با لهجه روشانی یا که شغنانی شعر میگویند از بعضن حروف لاتین در همون آوازهایی که موافق هستند کار میگیرند و مثل آوازی و و مثل آوازی ش و مثل آوازی ت ز یعنی که حروف های علاهیده هستند اما در کاربرد از شبکه های اجتماعی در کاربرد از کیبورد تلفن همراه هنوز هیچ کار انجام داده نشده است و خیلی خوشبختانه که با حروف فارسی این کار انجام داده شده است که برای منم خیلی جالب است و خیلی قابل تحسین است. آفرین. دوستا و دانشمندای ما کسایی که در راست معرف هستند کوشش کردن و موفق هم شدن مثلا ما فعلا تا صنف 9 زبان شغنانی هست که در مکان ما درس داده می شود امسال هم کتاب تا صنف 9 شد وقتایی بود وقتایی که من مکتب را می خواندم تا صنف 4 به نظرم بود تا صنف 4 ما یک خوجنان زوت ادبین به نام نمی یک کتاب داشتیم و این درس داده می شد و فعلا از صنف اول تا صنف 9 من که در کابل معلومات می گیرم کتاب های ساخته شده و به انقریب به خیر توزیع شده رایستن و آمدیم سر تلفن که ما با بسیار آسانی میتوانیم مثلا چیزهایی را نوشته میکنیم همی الفبایی که در با همان لهجهی که زبان ما میگرده با همان لهجه حروف و الفبا هست فعلا وجود داره. آفرین چه جالب است و این تجربیات دو سوی آمو حتما میتونن که همزبانان ما از اون کار بگیرن و این محدودیت هایی که با حروف داریم خدا کند که این طرف آمو هم همین گونه یک قدمی را گذاشته باشند تا که زبان هایی که در مرز خطر هستند واقعا این زبان ها و اگر که ما تکالمی کمتری داشته باشیم با این زبان ها حتما که این زبان ها آهسته آهسته از بین می روند و مثل که اون یک دانشمند دنیوی که در مورد زبان‌های در مرز خطر میگفت که همه سالا حدوداً 11 زبان کوچک از بین میروند و این غناوت فرهنگی و غناوت کشور ما است که همین گونه زبان‌ها را دارند زبان‌های تاریخی زبان‌هایی که تاریخ مردم ما تاریخ فرهنگ ما را دیگر نگاه می‌دارند با این زبان‌ها و اما رحمت الله روشانی بگم که خود اون جوان‌هایی که در اونور آمو در افغانستان هستند آنها چگونه علاقمندی دارند به زبان خودشان آیا اونا شوق دارند که زبان خودشان را بیاموزند و
ویا که نه این تنها یک زبان خانوادگی هست که برای محل خودشان برای نزدیکان و پیوندان خودشان است اما دیگه هیچ پیشبرد پیشرفت زبان شعر و زبان ادبیات و زبان علوم براشون بوده نمیتونند یعنی که فکر جوان ها چی است در نسبت زبان محلی خودشان زبان روشانی و شغنانی علاقه زیاد جوان ها بخصوص دفاتر و کسایی که در رأس معارف گفتم هستن بسیار علاقه خاص دارن و می یعنی به این نظریه هستن که ما باید زبان ما گم نشه پیش بره پیشتر بره حتی فعلا زبان ما فعلا در مکانی که در بدخشان است که در فیض آباد اونجا کورس خوانده میشه مردم کورس مثلا میتن به زبان شمالی حتی از امریکاست نفر که فعلا در اون دفتر کار میکنه زبان ما رو پاک پاک زیاد گرفته و خوانده و درس میدن اونجا دیگه در چیز محارف زیاد جوان ها کوشش و تلاش میکنن زیاد به سرحت البته اگر روزه بسوز ندار خطابیگر می دنیا را خطابیگر می دنیا را اگر روزه بسوز ندار خطابیگر می دنیا را خطابیگر می دنیا را نمیخواهم بپارم رو بارانی کسی باشم نمیخواهم بپارم رو بارانی کسی باشم عالی اما خب پس اگر برگردیم به دنیای شعر و سرودی که خودت شوق و علاقه زیادی بر آن داری یک جای در یک صحبت برای من گفته بودی که علاقمندی زیادی به آوازخوانی حالا دیگه داری و میخواهی که این رویه را دیگه رونق بدهی و استاد هم هست که نزدش تدریس میکنی و از کدام از استادان از دنیای آوازخوانی کدام از استادانی که شناخته شده هستند همراهشان کار میکنی و یا میخواهی که با اونا همکاری داشته باشی در کابل پیش استاد ممتاز احمد نوابی البته نو یعنی در این روزا ما شروع کردم و دوست تصمیم دارم که خواندن و آهنگ آوازخوانی را ما ادامه بدم و پیش اونا استاد نو البته شروع کردم و از الفبای موسیقی من نو شروع کردم این قراری که من میخوانم تا حال و مینوازم این فقط پیش خودم بوده که زیاد کوتاهی ها داره مثلا زیاد مشکلات در درون خودم داره و موسیقی هم یک برات بگویم که یک مکتب است خودش یک مکتب است که تا که حداقل از همین صنف اولش بخوانی تا 12 و اما آخرش پاس کنی زیاد وقت در بر میگیره و من نو شروع کردم اصلا دوستان زیاد تشویق کردن کسایی که علاقه من بوده شعرهای ما که خواندم ما تا حالی مثلا آهنگ کپی را هیچ نخواندم البته و دوست دارم که اینمی شعرهای خود را زمزمه بکنم تا که حداقل بفهم خودم که مثلا همین شعر خود به امو احساس میخوانم فکر نمیکنه که هنرمند دیگر امو احساس را بخوانه چرا که احساس خودم است من میفهم که چگونه بسرایم بخوانم و کوشش میکنم که تا آخر اینمی شعرهای خود یا مثلا دوستای دیگر که حداقل از نو آهنگ جور شوه من میخوانم دیگه توکل بر خدا ببینم نو شروع کردیم آخرش چی میشه خدا کند و آیا کسی از دوستان از این آوازخوانهایی که اینوری آمو و یا که اونوری آمو در افغانستان بچه های آوازخوانی هستند که از شعرهای نوشته خودت دیگه به عنوان ترانه به عنوان سرود آنها را اجرا کردن چند تاشا میشد که نام ببرید دقیقا اونو فیروز بختیار که از دیروشان است که ما همیشه شعرهای ما برای از اون میتونم کامران از دیروشان است شعرهای ما همیشه برای از اون میتونم دیگه با عارض هم شعر دادیم دیگه این طرف هم عارض عالم شاه و با شادی بیک برای از اون هم شعر دادم
و دوستای دیگه هست زیاد است که ما انمو مثلا کسایی هستن که ما اونقدر آشنایی ندارم با اونا دیگه مثلا درخواست شعر میکنم من میدونم شعر بدون کدام این آن مشکل که حداقل دوستا آوازخانای ما آهنگ نو جدید به بازار عرضه کنن باعث خوشحالی خودم است و این طرف هم زیاد است مثلا استاد شادمان بسیار یعنی بهترین آواز دارد شادمان لطفی از خود منطقه خود ماست بسیار بهترین آواز و استعداد خوبی در عرصه آوازخانی دارد ولی متاسفانه مشکلات او هم مشکلات خودش داره که چرا پیش نمیره و ترقی نمیکنه یک سلسله مشکلات هست ولی بهترین صدا من تا حالی که من شنیدم در خود روشان منطقه ما همه از خالقداد پیمان که بهترین صدا داره شادمان لطفی که بهترین آواز و چیز داره ولی روزگار و دیگر مشکلات های هستن که اونا پیش و ترقی نمی کنن یک سلسله مشکلات دیگه وجود داره اگر امکانات داشته باشن یعنی بهترین آوازخوان ها شاید در عصر حاضر اونا تقدیم می شود ای بلبل خوش لهجه ای خوش آرم افتن مش دل که خونده ای دو قطعه از شیر می شیری غزلت نرم و می تطید تو خوک شایرت و پسگه خود ایدو قدی گفته تو توی داد شیر لبوم استاد نیست تو توی داد شیر لبوم استاد نیست شیرم زن بیش از همه شاعر شیرم زن بیش از همه شاعر ای بلبل خوش لهجه ای روش آرم افتن مش دلگه خود ای دو قطعه از شیر بروفتن شناخت و علاقمندی که یعنی که فعلا در آن طرف دریا و مثلا که ما را فعلا میشناسه اگانتا قبلا نداشتم واقعیتش که من زیاد یعنی من گفتم قبلا هم که من اینمی آوازخانی را من یک هفت هشت ماه زیادش نو ماه میشه که من ارمونده را گرفتم و صدا را کشیدم و اینی یک نو ماه تا ید رسیدم دیگه و دوستایی که مثلا زیاد تشویق کردن و گفتن که آوازت خوب است استعداد داری تو باید ادامه بدی و ما در این روزا کوشش میکنم که پیش استاد اونو پیشتر گفتم استاد ممتاز احمد نوابی که فعلا شاگرد تربیه میده وسیم انوری هم که ما یک ستاره شغنان داشتیم او هم پیش امان استاد یعنی که خوانده و این موسیقی را یاد گرفته و من فعلا پیش از او خوانده را استم و ادامه میدم موفق باشی موفق باشی و حالا میشد که یک نمونه از آهنگ ها از ترانه های خودت برای علاقمند ها برای بیننده ها اجرا بکنی چشم یک پارچه شیری قبلا ساخته بودم میره میخوانم انشالله امید است که دوستایی که میشنوند لذت ببرن کیف کنند چشمونت ای دختر روشنی ای دختر روشنی در وصف تو میخونم آهنگ بدخشانی آهنگ بدخشانی چمنت ای گل نالا میکنه بول بول نه در
شمنا تیگو نولا نولا تول بول از پریمون تو کل اینما پرایشانی اینما پرایشانی بازد خیلی چشمانن ای دختری روشانی ای دختری روشانی در وصف تو میخوانم آهنگ بدرخشانی آهنگ بدرخشانی در عشق تو بمارم این قلم آزارم در عشق تو بمارم این قلم آزارم به تو من دلم کارم میدانی نمیدانی میدانی نمیدانی بازد قای چشمانت ای دختری روشانی ای دختری روشانی در وصف تو میخونم آهنگ بدرخشانی آهنگ بدرخشانی زنده و سلامت باشه رحمت الله عزیز برای بیننده هایی که تازه به برنامه ما پیوستن خاطر رسان میکنم که رحمت الله روشانی شاعر جوان و آوازخوان و ترانه‌سرا از شهر کابل با ما در صحبت هست و ما هم در نخستین برنامه تصویری پادکست برنامه زیورشو این برادر عزیزمون از اونور آمو از بدخشان افغانستان که فعلا در کابل هست صحبت داریم و ازش تشکر میکنیم که فرصت پیدا کرده که چند لحظه با ما صحبت داشته باشد. رحمت الله بگو که آرزوها و آرمانهایی که امروز در دلت هست چی خواهش و نیتهایی داری، چی برنامه‌هایی داری که میخوای که این برنامه ها پیاده شود؟ فعلا استاد شوق و عشق و علاقه ما طرف نمی موسیقی مرا کشانده البته دیگه امید است که اگر خداوند یعنی یاری بدهد ما میتونم که از اقل علاقه دارم که یکی بهترتر و علاقه مندام بسرایم و کمی پیش بروم در عرصه موسیقی یک قدم تازه را یعنی حال میگذارم ببینیم که دیگه در آینده ها یک ایجادیات نو به علاقه مندا انشالله ما عرضه میکنم. حالا ببین که این موسیقی را وقتی که شعر مینویسی موسیقی را خودت ایجاد میکنی موسیقی هم مالی خودت هست یا که نه از موسیقی فولکلور از موسیقی آهنگ های مردمی استفاده میکنی؟ استاد ما تا حالی که ما شعر سرودم در حساب کمپوز در بخش چیز شعر ما با هیچ کس تا حالی نظرش نگرفتم البته ما یک وقت یک احساس در دلم یعنی می افتد و شعر می نویسم و شعر ما در این روزایی که ما فعلا سر شعر آیم که مثلا یعنی حاکم شدم یعنی که مهد یعنی خودم که مثلا غالب هستم میگم که والا ما یعنی شعرهای ما بهتر تر شدن نظریه شعرهای دیگر را نمیگیرم چرا که یعنی احساسی که ما دارم در آن شعر فکر نمیکنم که شاعر دیگر آن احساس را زودتر پیدا بکنه در عین خواندن شعرم و ما در کمپوزی که شعرم میخوانم مثلا میبینم که با هر کمپوز یا سبک او اگر برابر شد و ما دیگه خوانده سر میکنم یعنی کمپوز های هست مثلا یگان تو هست که سر کمپوز قبلا یگان آوازخوان دیگه شعر خوانده باشد یا فعلا بعضی کمپوز های هست که ما از درون خودم ایجاد کردم. اگر که موفق شوی که تاجیکستان بیایی با کی ها میخوایی که همکاری بکنی دنیای شعر و سرود با کدامی از شاعرها با کدامی از آوازخوان ها اگر که موفق شده که یک روز بیای تاجیکستان و شهر دوشنبه با کی میخوایی که همکاری داشته باشی؟ آوازخانه
زیادترین معلاقمند استاد شهرت هستم و استاد ناباور که واقعا آهنگای خوب می سرایند و صدای خوب رسا دارند و یعنی که یک امید است از نزدیک یک امرای اونا اگر توانستم یکان آهنگ بسرایم بخوانم یکان شعرهایی است که من پیشکش کنم برای اونا. دوستایی که مثلا آن طرف یکان آهنگ ها را ثبت میکنن بسیار جدی و خوب پیش میورن، ولی من شخصا فعلا تا حالی که من هر آهنگی که من میخوانم برای خودتانم که میخوانم تو چی نیست، من اما روزی که شعر جور میکنم یعنی علاقه و شوقم بسیار زیاد است که من یعنی احساسم نسبت به اما شعر اونقدر زیاد است که وقتی که من شعر اما لحظه سرودم خلاص شد، من اما لحظه دیگه میخوانم ثبت میکنم بدون این آن آمادگی یا مثلا فکر کنم که آیا اینمی کمپوز برای ازی خوب میگه یا نمیگه، من ثبت میکنم و میندازم، یعنی که بسیار ساده. منظور از ثبت کردن یعنی که بلا فاصله با هارمونی یا آواز میخونی و با دوربین تلفن همراهتون ضبط میکنی و با شبکه های اجتماعی میاندازیش، نه؟ دقیقا، بسیار ساده هم ثبت میکنم. یک هارمونی تا ریتمی که فعلا برای ما میخونه، ریتم زنده نیست، ریتمی که فعلا یک برنامه است در تلفن است، تلفن ما در دایک ما وصل کردم و دیگه ریتمی که یعنی ریتم بسیار یعنی رول مهم در آوازخوانی داره، باید گیر و یک چیزای دیگه داره، سر و لای داره. ما فعلا ریتمی ما که هست یک نواخت است که باید خیلی زیاد مشکلات ها فعلا وجود داره که ما هر وقتی که با همی تلفن ما ثبت میکنم و ثبت با تلفن و استیدیو بسیار متفاوت است. استیدیو که هست یک مزای خود داره. بله، همه هنرمندای بزرگی هم که هستن حتما از یک وسیله های خیلی ساده و چی شروع کرده بودن و بعدا حتما با مرور زمان به یک زینه های بالاتر میرسن و خدا کند که خودت هم یک روز دیگه این آهنگ ها در استودیوهای حرفه‌ای با ضبط و تنظیم و تدوینی خیلی مکمل تقدیم علاقمندا بگردد، که باور کن که امروز دیگه مخلصان و نمیدونم که علاقمندا را با یک ریتمی ساده توجهشان جلب کردن خیلی دشوارتر است، حتما که کار حرفه‌ای تر دوست می‌دارن. وقتی که اما استعداد، وقتی که استعداد خدادادی هست، وقتی که لهجه خیلی شیرین و حنجره خیلی طلایی و حنجره خوب داری، حتما به دل علاقمندا راه می‌یابد، اما باز هم می‌خواهد که کار کرد شود، اما باز هم می‌خواهد که یک چیزی حرفه‌ای باشد که در استودیو ضبط کرده شود. و برات آرزو می‌کنم که به این آرزوت هم برسی و لحظه های خوب و بهتر هم از آهنگ‌های خودت برای علاقمندا ضبط بکنی. و آن طرف، البته آن طرف دریا هم از زیاد علاقمندا دارم، این طرف دریا همه از خود اینا باز نزدیکتر هستن، کسایی که کمی دورتر هستن یعنی شیرینتر هستن، یعنی کسایی که از چیز کمی دور هستن و نظر آدم شیرین هستن، من زیاد علاقمندا دارم. مثلا از جمله استاد مبارک شاه که از خود روشان است، فعلا در دوشنبه در مرکز اسماعیلیه کار میکنه، بسیار تشویق میکنه، بسیار برنامه‌های خاص برای ما گرفته که هر لحظه میگه که بیا این طرف، ما میتوانیم که مثلا همراهتان کمک کنیم تا که یک آهنگای بهتر و آلبومای جدید آلبوم براتون میسازیم. و دوستایی هست اگه در عرصه موسیقی فعلا در از روشان هستن، از روشان تا شغنان در روسیه هستن، برای ما یک برنامه دیگه گرفتن که بر ما موسیقی روان میکنن. یک دوستایی هستن که علاقه من شاید شعرهایی که با همی وسائلی که چیزی نیست ما پیش میکنم، اونا امید دارن یا مثلا امید دارن که تا که بهترتر بسرایم و اونم تو برنامه های درباره آهنگ و شعر ما گرفته هستن. این همه دوستی و دوست یافتن های خودت بازم برمیگردد به همون حروف سیریلیک که خودت یاد گرفتی، همون باعث شده که این دوستا دیگه خط و نوشته های خودت بخوانن و خودت هم دیگه کامنت ها و
پست های اونها را دیگه بخونی و از این طریق هم ارتباط برقرار می شود، نه؟ دقیقا. ما وقتی که ما حروف سیریلیک را اوتو نوشتن نتانستم بسیار مشکلات داشتم که مثلا علاقه زیاد ما دارم که با آن طرف دریا که ما همیشه صحبت کنم و زیادترش ما همیشه با دوستان ما می نوستم برای دوستان و دوستایی هستن که مثلا فعلا استاد عبدالرحیم که از خود روشان ما هست او در قزاقستان فعلا زندگی میکنه، شاعر از بسیار خوب شعرهای هم داره، او هم زیادتر و کجایی که ما در نوشتار مشکلات داشته باشم یا خطا نوشته میکنم راهنمایی هم میکنه و استاد عبدالرحیم همراه ما کوشش میکنه و دیگه زیادتر دوستا هستن که مثلا بازم در کجایی که من مشکل داشته باشم همراه من کاری میکنن. ممنون، دست درد نکند، زنده باشید. تشکر میکنیم از رحمت الله روشانی، یک جوان شاعر و نویسنده و آوازخوان جوان از افغانستان. امروز در مهمانی برنامه ما صحبت داشتیم، از اندیشه ها و از ترانه ها و از آهنگاش در این برنامه شنیدیم. زنده و سلامت باشید. تشکر میکنیم رحمت الله عزیز. بخیر. خدا بخیر.